ادامه محور. کمیسیون مستقل انتخابات از آمادگی ها برای برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان غزنی، انتخابات شوراهای ولایتی و شهرداری ها در سال آینده خبر داد. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که تمامی آمادگی های فنی و عملیاتی برای برگزاری این انتخابات ها در ماه میزان سال آینده روی دست گرفته شدند و تلاش خواهد شد تا این سه انتخابات به گونه درست مدیریت شوند. اما نهادهای ناظر بر انتخابات در این باره با شک و تردید برخورد میکنند و میگویند که ممکن این انتخابات ها در زمان اعلام شده برگزار نشوند. کمیسیون مستقل انتخابات به حکومت پیشنهاد کرده است که انتخابات مجلس نمایندگان ولایت غزنی، شوراهای ولایتی و تعدادی از شهرداری های کشور در ماه میزان سال آینده برگزار شود. رئیس این نهاد تاکید می‌ورزد که تمامی آمادگی های فنی و عملیاتی برای برگزاری این انتخابات روی دست گرفته شده اند. کمیسیون مستقل انتخابات در کنار آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه غزنی، شورای ولایتی و شاروالی ها نشست های دوامدار آگاهی دهی انتخابات و اعتماد سازی را در 34 ولایت کشور برگزار نموده و همچنان طرح اصلاح قانون انتخابات را نیز نهایی کرده است. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که تمامی مسائل انتخاباتی را با پشتیبانان خارجی روند انتخابات در میان گذاشتند و از این میان سند پروژه حمایت از انتخابات با دفتر معاونیت سازمان ملل و برنامه توسعه این سازمان امضا شده است. زموږ رهبری غواړي چې د امنیتي ارګانونو سره دولت سره د دې نیسته کار وکړي، په ګډه موږ د هغوی سره یو ځای په دې باندې د امنیت په تامین د بودیجې په پیدا کولو بودجې مو په مراتب کمتر خواد بود از انتخابات ریاست جمهوري سال گذشته، به دلیل از اینکه ما دستگاه های بایومتری که خریداری شده از قبل داریم و بیشتر امکانات قبلی است. بر بنیاد ارزیابی های دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان غزنی 19 میلیون دلار و برای انتخابات شوراهای ولایتی و شهرداری ها 80 میلیون دلار نیاز است. هنوز کمیسیون نتونسته در قسمت اعتماد سازی کار بیشتر انجام بده. امیتر خود با نهادهای زیده در انتخابات هستن به مشوره نمونده و آنچه که ترتیب دادم امروز فقط یک اعلان بود. انتخابات مجلس نمایندگان در 33 ولایت کشور با 4 سال تاخیر در ماه میزان سال 1397 برگزار شد، اما این انتخابات در غزنی به دلیل اختلاف ها روی کارشیوه برگزاری انتخابات تا کنون برگزار نشده است. برای بحث بیشتر در این باره خویان یوسف رشید رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان و محمد حنیف دانشیار کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در استدیو حضور دارن. خوش آمدین مهمانان گرامی. دانشوار صاحب با شما بحث را شروع بکنیم. کمیسیون مستقل انتخابات از آمادگی به برگزاری سه انتخابات مجلس نمایندگان غزنی، شوراهای ولایتی و شهرداری ها خبر داده، با چه آمادگی و چگونه؟ بسیار تشکر. انتخابات شورای ولایتی و انتخابات ولسی جرگه ولایت غزنی باید بسیار وقت برگزار میشد که متاسفانه ما تنهای انتخابات ها نیست، بلکه در گذشته هم انتخابات ولسی جرگه با تاخیر بسیار زیاد برگزار شد که ارتباط میگیره با واقعیت های جامعه ما و در عین زمان تمام برنامه ها در یک کشور نمیتونه یک برنامه یا یک رشته جدا بافته از دیگه برنامه ها باشه. بدون شک در افغانستان خصوصا انتخابات با تمام بخش های دولتداری ارتباط مستقیم داره. مسائل امنیتی، مسائل بودجه و حتی مسائل اجتماعی و فرهنگی، اینا تاثیرات بسیار مستقیم روی انتخابات داره. سال گذشته ما مصمم بودیم حتی برنامه ریزی های اولی را به خاطر برگزاری انتخابات ولسی جرگه غزنی و شوراهای ولایتی همزمان با ریاست جمهوری ما آمادگی گرفتیم که باز هم متاسفانه ایره نتانسته ما همزمان سه انتخابات برگزار کنیم. دلیلش تحلیل های گوناگون کشورهای حمایت کننده انتخابات افغانستان، نهادهای جامعه مدنی و حکومت بخش های مختلفش که ارتباط بسیار مستقیم می گرفت و تغییرات بسیار زیادی هم در انتخابات گذشته ریاست جمهوری نسبت به دیگر انتخابات ها آماده بود. تکنولوژی بسیار برجسته شد، استفاده تکنولوژی و
به اساس فرمان 97 ریاست جمهوری تعدیل شد قانون و این تغییرات تاثیرات خود روی پروسه انتخابات گذاشت. از این جهت آخرین نهادی که ما قبول کردیم که دو انتخابات که انتخابات ولسی جرگه غزنی و شوراهای ولایتی از برنامه کشیده شد و کمیسیون مستقل انتخابات بود، یعنی در سطح ملی و بین المللی بحث شد، همگی طرف ها ایره قناعت کردن، آخرین نهاد ما ایره قبول کردیم به اساس واقعیت های جامعه ما. درست. حال واقعیت های جامعه چی میگن درباره انتخابات مجلس نمایندگان غزنی و شوراهای خب بلید. یک ضرورت جدی و قانونی است و مسئولیت ما هم برگزاری انتخابات است. با وجودی که ولسی جرگه غزنی وقتش بسیار گذشته و در مقایسه با 33 ولایت دیگه یک مقدار پیچیدگی های خود داره، هم از لحاظ واقعیت های اجتماعی در ولایت غزنی و هم از لحاظ زمانی، ما شما گفتین 3 انتخابات، ما آمادگی 4 انتخابات گرفتیم، طرح ابتداییش آماده شده، با حکومت چندین بار شریک شده، ارتباط های مستقیم و غیر مستقیم هم با حکومت گرفته شده، بدون شک که نه تنها حکومت حتی نهادهای جامعه مدنی اینا هم همکار بسیار نزدیک با انتخابات است. در هماهنگی ما آمادگی برگزاری از انتخابات داریم که دو مسئله بسیار مهمه که اگر حل نشود بدون شک که برگزاری انتخابات ناممکن است، که مسئله بودجه است و خصوصا در افغانستان مسائل نشان دادن آمادگی حکومت به خاطر تامین امنیت پروسه انتخابات. پروسه انتخابات چهارم هم انتخابات شوراهای ولسوالی است. شوراهای ولسوالی است. درست. حتما با نهادهای مدنی و ناظر بر انتخابات هم مشوره شده. در این باره میخوایم از آقای رشید بپرسم، چه اطلاعات دارین در این باره شما؟ تشکر. عرض سلام خدمت شما دانشجویان و بینندگان محترم تلویزیون. در ذات خود یک گام مناسب بود از طرف کمیسیون انتخابات شد که حداقل توپ در میدان انداخته شد. 2020 اگر چنین اقدام صورت میگرفت بدون شک یک سلسله پیشرفت‌ها را میداشتیم و طرف سلامت و ملامت معلوم میشد. به هر حالش ما تاکید داشتیم باید کمیسیون از حالتی که مثلا در 2020 قرار داشت باید بره خارج شوه، ابتکار عمل باید به دوش بگیره، چی در بحث قانونگذاری تعدیل قانون، چی در بحث اصلاحات انتخاباتی، چی در بحث برگزاری انتخابات. و هفته گذشته هم روی این موضوع یک نشست خبری هم داشتیم، صدای خود طرف بالای همه طرف های انتخابات داشتیم که باید ما از این وضعیت برایم. قسمی که مطالعه میشه از اعلامیه مطبوعاتی کمیسیون و در عین حال از فهوای موضوعات، یعنی هنوز هم بی‌باوری نسبت به برگزاری انتخابات وجود داره. به چند دلیل کمیسیون سال گذشته یک مکتوب در مورد برگزاری انتخابات ولسی جرگه در ماه اسد فرستادن به ریاست جمهوری، اما اینا پاسخ نمیگیرن. به تعقیبش باز در ماه سنبلا مکتوب دیگر رو میکنن، این اعلامیه‌شون است، باز هم پاسخ گرفته نمیشه. به تعقیبش اینها میان وقت انتقاد میشه و بحث قانون بیدن، میان امروز اعلان میکنن که ما انتخابات شورای ولایتی را، ولسی جرگه غزنی را و بعضی شوروالی ها را برگزار میکنیم، ولی هنوز هم سر حکومت صدا میکنه که مسئله بودجه و تامین امنیت. اگه این بحث هماهنگ میبود، پخته شده میبود، نهادی نشده بود، امروز کمیسیون از یک موقف بسیار قطعی صحبت میکرد، تاریخ اعلان میکرد، بسیار موضوعات برشان روشن میبود. اما یا هنوز هم خودشان در حالتی هستن که اگر حکومت همکاری بکنه، اگر حکومت باز مثل دفعه گذشته وارد مکتوبار بی جواب نبونه، اگر یک نشست نزدیک رو در رو بین کمیسیون حکومت صورت بگیره، اینی موارد است که یعنی بعد از این بر ما شما بسیار مهم است که کمیسیون با کدام طاقت، با کدام توان میتونه حکومت پاسخگو بذاره. چالش ها را زیاد داریم، چالش های امنیتی، چالش های بودجوی، چالش های سیاسی. امروز بس که مذاکره بین طالبان و حکومت از این موارد است که همه سر کار کمیسیون و انتخابات تاثیرگذاری خود داره. درست. میریم به مسائل سیاسی. اما در بس عملی کار نیاز بودن و خواست با حکومت مثلا نهایی میشد سپس اعلام. بله، بدون شک به خاطر اینکه حکومت طرف است و حکومت وقتی که در اعلامیه شما میبینین، یعنی بسیار حکومت از انتخابات خود دور گرفته و این قابل تشویش نگرانی است که درست است که ما مثلا اگر مسئله سر مذاکره داریم و تحصیل گذاری خود بالا تمام روند داره، سر پارلمان داره، سر مسائل دیگه داره، ما چرا بالاخره تنها آل انتخابات از این حاشیه جدا بسازیم؟ و بعد بخوام در افغانستان انتخابات برای سیاسیون وقت ما نداره که دیگه شما امکان داری از را ثبت بکنین و برای تاریخ یا روز انتخابات اعلام بکنین، خصوصا برای انتخابات جمهوری. دیگه انتخابات ولسی جرگه یا شورای ولایتی برای جای مفهوم نداره و از همین جاست که ما نقض قانون اساسی مرتکب میشیم، نهادهای انتخاباتی ما نهادهای میراثی میشن. شما ببینید به لحاظ خدا 2014 انتخابات شورای ولایتی شده،
4 سال قانون اساسی عمر زیر تعیین کرده. امروز ما 2020 خلاص میکنیم. کی دیگه پاسخگو است؟ کمیسیون، حکومت، رئیس جمهور، کی دیگه ما پاسخگو قرار بده؟ متاسفانه در همچه حالات دیگه انتخابات که دوره‌ای نبود، انتخابات برای مردم در وقتش امی حق نداد که شما خود کاندید بکنید، رای بتین. پس ما چرا بس نام دموکراسی رو با این هادا کلش با هادا استبدادی تبدیل شده؟ درست. آخه دانشار موافق هستین که حکومت چنان که لازم است در امر انتخابات هم کار نیست؟ خب کمیسیون مستقل انتخابات وظیفه مشخصش برگزاری انتخابات، برنامه ریزی انتخابات و هماهنگی با تمام ارگان های زیربط و زیدخل و شرکای انتخاباتی است. در این شک نیست که در اعلامیه ما بسیار مشخص بود و برای مردم افغانستان و بر تمام نهادها ما حداقل امروز تانستیم را بگوییم که ما مسئولیت پذیرانه در این نهاد کار میکنیم. البته او پاسخ جدی را که ما از حکومت تا حالا را دریافت میکردیم در مورد تعیین بودجه و تامین امنیت بدون شک دریافت نشده، اما ارتباطاتی وجود داره، هماهنگی‌های وجود داره، خصوصا در مسئله غزنی بحث‌های صورت گرفته. ما با جلسه با معاون رئیس جمهور داشتیم، با جناب استاد دانش و صحبت‌های بسیار زیادی در این مورد شده. اما ای که بودجه تعیین شده باشه و یک هدایت قاطع سر وزارت مالیه صادر شده باشه و نهادهای امنیتی را هدایت داده باشه که در این مورد هماهنگ با کمیسیون مستقل انتخابات کار کنند، اینا رو ما امیدوار هستیم به زودترین روزهای نزدیک ما شاهد باشیم و این روحیه را به حکومت ببینیم. یعنی در کل عملکرد حکومت تا اینجای کار تانسته در برابر اراده شما به گونه مشکل ایجاد بکن؟ نه خیر، ما ایجاد مشکل گفته نمیتونیم، اما توقع داریم که به هفته ها به روزها ما شاهد یک جلسه هماهنگی بین حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات در دو بخش باشیم، تامین امنیت و بودجه. و خوشبختانه پیشرفت دیگه ای که ما داریم با نهادهای جامعه بین المللی و خصوصا کشورهای حمایت از انتخابات افغانستان که به نمایندگی از اونها سازمان ملل متحد یا این دی پی است، ما سند حمایت پروژه انتخابات در هفته گذشته امضا کردیم و خیلی از برنامه‌ها گنجانیده شد.